لئونارد لوئیسون، پژوهشگر ارشد کرسی ادبیات فارسی و تصوف در دانشگاه اگزتر بریتانیا، شاعر و پژوهشگر شعر فارسی، روز دوشنبه 15 مرداد 97 درگذشت. لئونارد لوئیسون در 16 سالگی با اشعار مولوی آشنا شد و با همسرش جین لوئیسون تصمیم گرفتند زبان شعر مولوی، یعنی زبان فارسی را بیاموزند تا بتوانند آن اشعار را به فارسی بخوانند. او نه فقط زبان مولوی را آموخت، بلکه افکار و سلوکی او را هم آموخت و تا آخر عمر چون درویشی شیفته ایران و زبان و ادبیات فارسی زندگی کرد. در مهر ماه 1393 با لئونارد و همسرش جین در منزلشان گفتگو کردند. خیلی ممنون، متشکرم. جین و لئونارد لوئیسون، خیلی خوش آمدید به برنامه به بار دیگر ویژه. بهونه ما خوش آمدید. البته میگم، میخواستم همین رو بگم قبل از اینکه من به شما خوش آمد بگم، شما خیلی مفصل به ما خوش آمد گفتید و خیلی متشکرم از این بابت، مخصوصا که این سفره رنگین ایرانی هم چیدید و به خصوص این سبزی شما خیلی چشمک میزنید در این خونه ای هم که در واقع ایرانیش کردید خیلی از هر نظر. از دکوریشن این سبزی خونه خودتونه؟ بله بله، مال باغچه است. آها، چیا هستن؟ این یه خود مرزه هست و تلخون و ریحون و نعنا و بعد خب اینجا که خب تره نداره، اما خب چایبس به جای تره و اینا، خب مال باغچه، یه باغچه کوچولو. بله، زیتون پروردهتون هم که برای من خیلی ممنونم از شما. شما جین و لئونارد، شما در نیویورک با هم دیگه آشنا شدید سالها پیش و در اونجا با هم دیگه دانشگاه می رفتید و خیلی سال پیش بود. چطور شد که شما سر از ایران و شیراز در آوردید؟ خب ما هم موقع که دانشجو بودیم شعرهای فارسی به ترجمه انگلیسی مولانا و حافظ و اینا رو خونده بودیم و بعد اون زمانی بود، محیطی بود که خب همه می رفتن شرق، از آمریکا را می افتادن می رفتن شرق. ما هم تصمیم گرفتیم که بریم ایران و اونجا در فارسی یاد بریم که بتونیم این شعرهایی که اینقدر به انگلیسی ترجمهش زیبا هست به فارسیش اصلش هم بخونیم. شما در واقع در امریکا نقاشی میخوندید، این تو رشته هنر، و لئونارد شما مجسمه سازی میخوندید دیگه، درسته؟ مجسمه سازی و نقاشی همچنین، هر دو. بسیار خوب. حالا این شعر شما گفتید خیلی، و شما خودتون لئونارد اون موقع هم شعر میگفتی به زبان انگلیسی و طبیعتاً زبان مادریتون، ولی چه چیزی در شعر فارسی شما دیدید که این همه هزاران کیلومتر زدید و اومدید و جذب ایران و فرهنگ ایران شدید؟ من ترجمه نقصان از آثار مولانا خونده بودن و شاکه شده بودن که این انقدر عمیق است از نظر افکار معاور و تابیه، که در معمولا در شعر غربی، در قرن بیستم و حتی قرن نوزدهم، این نوع شعر تفکر، شعر با تفکر و فلسفه به اون صورت نبوده و خیلی برای من خیلی جالب بود و جذب شدم به اون ترجمه و تضمین گرفتن که برم ایران و تحقیق کنن، چون که واقعا برای من مولانا شگفت‌آور بود در اون سن و سال، نمیگم 17 سال بودم یا 16 سال بودم در هر حال. بسیار خب، حالا ما برمیگردیم، برای که شما کارهای بسیار زیادی تو این زمینه های تصوف و عرفان و شعر فارسی هم کار تحقیقی زیادی کردید که برمیگردیم راجبش صحبت میکنیم. منطب قبل از اون جین، شما در ایران، یعنی تجربه ایرانتون چیه؟ یعنی اگه خیلی خلاصه بخوام بگین این مدت که در ایران بودید، ما البته نمونه هاشو خیلی زیاد میبینم که به شدت فرهنگ و رسم و رسوم ایرانی رو گرفتید و از آن خودتون کردید، یعنی چه چیزی برای شما اینقدر جذب کننده بود؟ خب مردمانش خیلی مهربان بود و واقعا اینا مثل ما، مثل خودشون
پذیرفتن و ما با یه خانواده خیلی مهربان و خیلی سنتی ایرانی زندگی میکردیم، با همیشه همه با هم دوره هم بودن و این محیط خانوادگی و اون عشق و محبتی که بین اون خانواده بود با مردم همطور، با اضافه همین فرهنگ موسیقی و شعر و زیبایی دیگه که در ایران هست. حالا چطور لنارد سر از لندن در آوردید؟ آرشوات بعد از اتفاقاتی که افتاد در سال 1979 دیگه موندن در ایران برای یک کسی، یه نفر امریکایی دیگه جای نبود، نمیخواستم برم ولی خب نمیتونستم بمونم و بنافدین دیگه آمدن لندن و بعد رفتن امریکا و چند سال اونجا بودن و درس خوندم و بعد دیگه عاقبت برگشتم لندن و تو دانشگاه School of Oriental and African Studies، مدرسه مطالعه شرقی و آفریقایی دیگه ثبت نام کردم و تو رشته ادبیات فارسی اونجا. و دیگه اینجا موندگار شدیم از بعد اینا. موندگار شدیم اونجا. و کماکان منتها فرهنگ و سنت ایرانی رو با خودتون کشیدید و این خونه شما هم تمام تقریبا دکوریشن یا مثلا تزئین خونتون ایرانیه، هر جایی که من میبینم از هر نظر. و این آیا شامل غذاهاتون هم میشه؟ یعنی شما هم در روز مثلا غذای اگه معیار این باشه احتمالا غذاتون هم ایرانیه دیگه. من که ایران بودم هم میگم که ما با یه خانواده زندگی کردیم، ما بالاخره آشپزی ایرانی یاد گرفتم. ما البته ما خودمون وقتی تنها هستیم خیلی ساده تر غذا میپزیم، اما هر وقت اگه مهمانی داشته باشیم کسی میاد چیزی باشه همیشه غذا ایرانی میپزم. البته فقط فرهنگ غذایتون تغییر نکرده، غذای روحتون هم تغییر کرده، چون من میدونم یعنی موسیقی هم شما به شدت توی موسیقی ما همش فقط توی موسیقی ایران گوش میکنیم دیگه، واقعا دیگه چیز دیگه موسیقی غربی اصلا گوش نمیکنم هیچ وقت. یعنی بعد از اینکه تجربه نزدیک با موسیقی ایرانی داشتیم اصلا به دل نمی نشست موسیقی غربی، خیلی سختی تره. شما البته کار بسیار مهم می کردید تو زمینه جمع‌آوری برنامه های گل ها و به اصطلاح اون رو کامپیوترایز کردید. بله البته خب اون دیگه قدم اولش هست. در واقع تو این خونه ما تقریبا مثل موزه صوت ایران شده، چون که مردم از سراسر دنیا آرشیواشون برای من فرستادن و انشالله اینا کم کم اونا در اختیار مردم بتونم بذارم. صورت گری نقاش چی بذار من الان یکی از برنامه ها نشونت بدم. برنامه اول گل‌های رنگارنگ، اولین برنامه گل‌های رنگارنگ در رادیو ایران ضبط شده. بله در رادیو ایران ضبط شده و برنامه گل‌های رنگارنگ با صد شروع میشه. برنامه صد اولین برنامهش. اول چیز این شعر مرضیه هست که آواز میخونه، با شعرش هم مال حاتم شاپوره. و و بعد دیگه ترانشم مال جیس صورتگر نقاش چین. و امیدوار هستم که بقیه آرشیوهایی که مردم به من معلومت کردن که تو این هارد درایو هایی که میبینی که شاید 150 ترابایت آرشیو هست بتونم با همین شکل فرست شده در اختیار مردم بذاریم، با اضافه مجله های مربوط به موسیقی که پشت سرمون هست که اونجا چیز مجله اولین شعر نیما که تو مجله موسیقی همون میباشیان بوده اینجا نسخش هست، بعد مجله رادیو.
یعنی اینا رو بذارین توی سایت که مردم میتونن بشن. الان هم برنامه گل هایی که شما اینجا گذاشتین مجانی در اختیار همه است و میتونن که دسترسی داشته باشن. و همه برنامه گل ها هم هست. گل های رنگارنگ، گل های صحرایی، گل های جاویدان. بله، فقط همین تازگی دو سه تا برنامه پیدا کردم تا حالا پیدا نشده بود، توی آرشیو شخصی پیدا کردم و اون رو وقتی که مرتب کردم اون رو هم میذارم. لنارد، زبان فارسی قبل از اینکه برین به ایران یاد گرفته بودین یا نه؟ هیچی نمیدونستم. یعنی زبان رو کاملا در ایران از صفر شروع کردم و خیلی مشکل بود برای سال اول، ولی خیلی شیرین بود. یعنی کششی که من داشتم، مخصوصا وقتی که دیدن که بتونستم بوستان سعدی بخونم و مثنوی مولانا و حافظ بخونم بعد از چند ماه، این خیلی رغبت من افزود و خیلی اصلا کشش خیلی محکم بود و از کشش اون شعر بود که تونستن زبان را یاد بگیرم و اصلا ساده کارم. ولی ما دیگه هم کلاس بودیم، یعنی در دانشگاه پهلوی میدونی که رزم در دانشگاه پهلوی در اون زمان رزم بود که به زبان انگلیسی باید درس بدن استاد اگر یک دانشجوی خارجی دسته باشن، و همه این دانشجویان ایرانی پیش ما می آمدن گفتن میشه شما خواهش کنم که به فارسی درس بدن؟ ما که دیگه گفتیم باشه، چی اشکال داره. بنابراین اغلب درس ها به زبان فارسی بود و دیگه ما مجبور بودیم فارسی خوب یاد بگیریم تا اینکه از گارگ نشیم تو آب تدریس دیگه، آب مطالعه. نه 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 تنها غرق نشدیم، به نظرم میسه خیلی خوبم شنا گردیم، مستقرد. بسیار خوب. حالا شما طبیعتاً از سنین خیلی جوانی مجذوب عرفان و تصوف و شعر و ادبیات فارسی شدید و اولین شاعری که شما بهش برخوردید و فکر کردید که این شاعریه که شما رو کشوند به اصطلاح ادبیات فارسی، همون مولانا بود یا اینکه کسای دیگه هم بودن؟ مولانا بود چون که یکی از عجوبه زمان ما در خود این کشور انگلیس رنولد نیکلسون بود که تمام مثنوی در بین سال 1920 تا 40 ترجمه کرده به انگلیسی و چاپ کرده. بنابراین این بود و بعد انتخاب از دیوان شمس هم ترجمه کرده بیش از 100 سال پیش. بنابراین این همه بود و در اون موقع هیچ کس مولانا نمیشناخت در مغرب زمین. یعنی اون شهرتی که مولانا امروز داره اصلا نبوده، هیچی. و بنابراین برای من در 14 سالگی 15 سالگی مولانا برای من خیلی جالب شده بود و میخواستم یاد بگیرم، یعنی زبانش یاد بگیرم، چون که اصلا همچی شاعری ندیدیم تو ادبیات غربی، هیچی. یعنی نه در زبان ایتالیایی، نه در زبان اسپانیایی، نه در زبان آلمانی، نه در زبان انگلیسی، هیچی. و اصلا نمیتونی، مولانا رقیبش دنته و میلتون نیستن. مولانا یک عجوبه، یعنی بی رقیب در غرب، بی رقیب در دنیا از نظر یک شاعر عرفان، بزرگترین شاعر عرفانی جهانه. یعنی شاعر بالاتر از اون نردی در هیچ کدام زبان ها، هم از نظر کمیت شعر، هم از نظر کیفیت. یعنی خود مثنوی که 25,000 بیت بیشتر است و آرشیوات دیوان شمس 35,000 بیته با تمام محتواش. بله، خیلی شاعر ممتازی هست و عارف ممتاز. و حالا شاید بشه مثلا به شما گفت که شما چون خیلی غرق در به اصطلاح عرفان و تصوف ایران هستید و خودتون یک عارف هستید در واقع. یعنی من یه جاهلی هستم. خب سعی می‌کنم این با معرفت. خب اینم از این تواضع درویش هاست دیگه که شما دارید می‌کنید. یعنی در واقع درویشید دیگه. یعنی اینا یک سوال خیلی جدیه. منظورم اینه که آیا شما خودتون رو یک اهل تصوف و درویش میدونید؟ بنده سعی میکنم، میدونید کلمه تصوف از صوف میاد،
و صوف از صافی بودن و از یا از که صوف بپوشانید یا این که صفا دست بشه. من سعی میکنم که صفا به دست بیارم، هنوز موفق نشدم صفا به دست بیارم، ولی خب سعیمون میکنیم. آها. خب حالا شما همطور که گفتم کارهای خیلی زیادی تو زمینه تصوف و عرفان ایرانی کردین، کتابهای متعددی نوشتید که شاید مهمترینشون اون میراث تصوف در سه جلد که شما به هر حال روش کار کردید و منتشر شده، به اضافه کارهایی که در زمینه احوال شاعران دیگه صوفی در ایران کردید و از شیخ محمود شبستری گرفته تا در احوال خود عطار و حافظ و دیگران، چه چیز در تصوف هست که میتونه برای دنیای امروز کماکان ارزشمند باشه؟ یکی از چیزها که شاید شنوندگان شما کمتر بدونن این است که ما یک گرایش عرفانی داریم به اسم اکیومنیسم، یعنی جهان، یعنی گرایش دینی یک جهان، وحدت، یک پارچگی جهان شمولیه. و این گرایش اکیومنیکو، گرایش به صدا فکر جهان شمولی دینی که حافظ میگه که همه جا همه کس طالب یارن، چه هوشیار چه مست، همه جهان عشق است چه مسجد چه کنش، این یک طرز تفکر بود که در دین مسیحی به اون صورت نبوده و در دین یهودی، یعنی در ادیان سامی نبوده، ولی در تصوف از ابتدا، یعنی از قرن دوم میلادی بوده، یعنی از زمان بایزید بسطامی بوده. بنابراین این یک طرز تفکر بسیار مهمه برای امروز، برای کمک میکنه در اختلاف، در حل کردن اختلاف بین مذاهب. بنابراین صوفیان بنیادگذار افکار به اصطلاح جهان شمولی هستند، افکار دینی جهان شمولی هستند. و بعد یکی از خصوصیاتشون همین مذهب عشقشون که اون باز بار میگارده به زبان حضرت رسول که در قرآن 20 و حدوداً 31 از یک محمد ابن طلال کتابی نوشته به اسم عشق در قرآن و نشون داده که 37 واژه هستن برای عشق در قرآن. و بعد این همینطوری ادامه میکنه، این سنت به جعفر صادق، به جنید، به حلاج که از نظر حلاج عشق مثلا مرادف با ذات الهی هست. و بنابراین این تفکر عاشقانه صوفیان که در مخصوصا در تصوف ایرانی سرایت کرده، یک طرز تفکر مذهبی معنوی بسیار عمیق هست که هنوز به نظر من از نظر جامعه شناسی هنوز جهان به اون نرسیده. یعنی به این دلیل مولانا مهم است که ما هنوز به افکار مولانا نرسیدیم، یعنی این افکار مولانا جاودان هستن، یعنی شاید میشه گفت 1000 سال جلوتر از زمان خودش هستش. خب لنار، کتابخونه خیلی مفصلی داری. سعی کردم چیزها که مربوط به مولانا شناسی باشه جمع کردم. این تقریبا این 5 تا قفسه همش راجع به مولانا. این مثلا تفسیر انقلابی، تفسیر بزرگترین و بهترین تفسیر در 15 جلد که اسمت ستزده این رو ترجمه کرده به فارسی، تفسیر اخبار آبادی شعر مثنوی، بعد ملف روزنفار، مل نیکلسون آرشواد، مل کتاب های زرین خوب، همش راجع به مولانا و مقالات شمس. و این مولانا به اصطلاح مولانا رومی ریویو هم این فصلنامه‌ای که خود شما در میارید. بله، این در 5 جلد هست و آخرین جلدش 2014 هست، حدودا 250 صفحه هست. تنها مجله‌ای هست راجع به یکی از شاعران ایرانی اسلامی که تا به حال مخصوص او، یعنی فقط راجع به یکی از شاعران، و البته این خیلی دیره، راجع به دوره مغول و تیموری دارم کار میکنم همین حالا. نقش تصوف در
غنا بخشیدن و بسیاری موارد حتی هویت بخشیدن به شعر فارسی خیلی نقش موثره و نمیشه انکارش کرد. ولی چه نقشی در تمدن ایرانی داشته؟ چند تا نقش داشته. اولا از نظر زیباشناسی نقش بسیار عمیق داشته، یعنی نمیتوانید موسیقی ایرانی بدون تصوف دار این اصلا علما را این را میکوبید موسیقی. اگر صوفیان نمیبودن که دفاع میکردن، مثلا بهترین کتاب راجب سما ابو حامد غزالی، حجت الاسلام غزالی که از بزرگان اهل تصنن است، اون کتابی نوشته به اسم کتاب ادب الوجد و سما، همش در دفاع سما. بنابراین موسیقی در خانقاه های صوفیان در قرون وسطا حفظ می کردن و بهترین حجت این خود مولانا هست که تمام اساس گفتارش و کردارش و اشعارش رو سماست دیگه. این اصلا تمام شعرهاش برای خوندن و برای وجد آمدن و برای شادی کردن است. این هانه که پیوسته در اون بانک فقان است، از حاجه بپرسی که این هانه چه هان است. همش این صورت بز چیز که اون اگر این هانه کباست و این نور خدا چیست، اگر این دیر مقان است. این همش در آواز میخوندن، پاکوبی میکرد. بنابراین بعد نگوشی همچنین، نگوشی بیزاد مثلا توی یه خانقا زندگی میکرد و شیرالعلوی نوایی او را حمایت میکرد در این باره. بنابراین هنر، موسیقی، شعر تحت حمایت تصوف بوده تا یه باید گفت که البته دربار بود. من نمیخوام پادشاهان را کم حساب کنم، ولی اصل مرکز شعر گفتن در ادبیات فارسی تا زبان صفوی در فرهنگ ایران چیز خانقاه ها بودن. اون یک عنصر. عنصر دیگه همون تساهل که عرض کردم خدمتتون و بعد ضد فرقه گرایی که هست، که صوفیان حاضر بودن که دیگران که مثلا از مذهبشون نبوده بقبولانن، ما درون را بنگریم و ها را نبرون را بنگریم و قار را. جین، تا چه اندازه تو هم مثل لئونارد توی عرفان، توی بسرا ماورا طبیعه داری سری میکنی؟ من هم تقریبا مثل لیمن سعی میکنم که چیز صفت هایی که مطالق با دربشا هست دست بیرم، اما خب خیلی موافق نیستم دیگه. بالاخره تو سعی میکنم که همه رو دوست داشته باشم و همه رو قبول داشته باشم و با صفا باشم و اینا که، اما خب همین با البته توی شعر آدم نمیتونه با شعر و موسیقی ایران بپردازه و بالاخره عرفانش رو تأثیر نذاره. بله، طبیعتاً از این نظر شاید هر ایرانی از یک نظرهایی یک عارف هم هست، یعنی عارف به معنی عارف زده هست، یعنی عرفان زده هست. بله، همشون بسیار خوب. حالا یک انتقادی هم که معمولاً از جانب کسانی که زیاد اعتقادی به عرفان و صوفیزم و غیر و اینا ندارن میشه و اون میگن که گرایش به عرفان و صوفیزم همیشه یک روندیه برای دوران شکست و سرخوردگی و نوعی خودفریبیه و توجیه بیعملی و پاسیفیسم در مقابل ظلم. خب این توصیف مارکس بود دیگه، که تریاک مردم دینه دیگه. این یک توصیف متریالیسته، ولی این همین حرف هست که بعضی میگن که خب هنر به درد چی میخوره، نمیدونم موسیقی به درد چی میخوره. به درد کسانی هستن که طالب هستن و باید بدونید که فرهنگ ایران بناش رو همین طرز تفکر است و مخصوصا در قرون وسطا عرفان همه جا دیده میشد، یعنی به اندازه مساجد خانقاه بودن و صوفیان همه جا حضور داشتند و در ادبیات فارسی مخصوصا در غزل سرایی نمیتونید بدون عرفان و محتوای اون و تمثیلات و استرات اون رو
اصلا وجودش قابل بحث نیست. خب حالا شما فهم میکنین که چرا اینقدر مقابله میشه با صوفیش و صوفی ها؟ در بعضی از کشورها مقابله نمی شود. مثلا در حال حاضر در مراکش ازش حمایت می کنند و در هندوستان در بعضی از مکانها مثل هایدرآباد خیلی هم حمایت. من رفتم هایدرآباد، 5000 خانقاه هستند. صوفیان همه جا دیده می شود. خود در بعضی از مملکت ها به دلایل سیاسی یا اجتماعی که ریشه تاریخی دارن و ریشه مذهبی داره، خب نسبت به تصوف و صوفیان کم لطفی زیاد شده است که متاسفانه این از بی‌معرفتی مردم، از نادونستن تاریخ و ادبیات خودشون به نظر من. خیلی خوب، ما خیلی صحبت کردیم راجع به فرهنگ و عرفان و همه چیز ایرانی. خونتون هم دیدیم خیلی هم ایرانیه، غذاتون هم که خیلی ایرانی و قرمه سبزی هم همینطور. و حالا با همین ها سوال آخر اینه که جین و لئونارد، شما الان با همه این دورانی که اثر گذروندید، خودتون رو بیشتر مثلا از نظر فرهنگی ایرانی میدانید یا امریکایی؟ فکر میکنم که بیشترش احساس میکنم که ایرانی باشه. من از هر کسی که در این اتاق هست ایرانی تارم. اینکه از صبح تا شب رو مسائل ایران و ادبیات ایران دارم کار میکنم و هویت ایرانی دو وجه داره، یکی زمینی یکی آسمانی، یکی فیزیکی و یکی روحی. و دیگه همینطوری که خیلی از ایرانی ها شما میشناسی که در مغرب زمین میکنید و از گاربی تار هستن، من از اونها هستن که از ایرانی تار هستم. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. خیلی لطف کردین. ممنونم جین، از شما قربان شما. خیلی خوش آمدید.